ماها هم بیرون نمی آمدیم، کسانی دیگه مثل پروفسور کنگلی و شما و دیگران نمی آمدن، خدا می دونه که اصلا ایران چه وضعی پیدا می کرد. الان یک ذره اعتبار پیدا کرد، اونم به خاطر ایرانیان فرهیخته و هوشمندی که در مشاغل مختلف در مقاطع مختلف دارای پست و مقام هستند. بهترین استادان دانشگاه ها رو در همه جای دنیا میشه گفت، مخصوصا در کانادا که در همین استانی که ما هستیم، استان آنتاریو، بیشترین استادان دانشگاه رو ایرانیا تشکیل میدن. رئیس بیمارستان ها هستند، جراح های فوق العاده هستند، استادان دانشگاه و مثل خود استاد کنگلو. اعتبار ایران و ایرانی های خارج از کشور بیشتر نگه داشتن و در داخل کشور هم خب کارهایی که دارن به طور انفرادی انجام میدن، نه از طرف دولت. این تیز هوشان به خاطر اینکه ژن خوبی دارن، به خاطر اینکه واقعا ایرانی باهوشه، برای همین در ریاضیات، در جاهای دیگه مثل مریم میرزاخانی و دیگران اینا افتخار آفرینن. ورزشکارهای ما هم همینطور. ولی این دولت اهمیتی واسه اینا نداره. یکی از این آخونده میگفتش که خب دارن فوتبال بازی میکنن، اینا دارن بازی میکنن، به شما چه؟ شما چرا هورا میکشید؟ دیگه نمیگه که خب دلایل مختلفی هست، مثلا نشون میده که این سلامتی جامعه رو نشون میده که میتونن به اون مرحله برسن که در مقابل رقبای خارجی میتونن ارزندام بکنن و خودش نشون میدن، این سلامتی جامعه رو نشون میده. به هر حال اینها رسوای تاریخن. ما یک دوره بسیار برزخی رو داریم میگذرونیم و این هم تموم میشه و امیدواریم که این جرقه‌ای که شروع شد و به صورت آتش دامان جمهوری اسلامی رو گرفت همچنان ادامه داشته باشه. مردم در کف خیابون دیگه چیزی واسه از دست دادن ندارن، دیگه کفگیر به تای دیگ خورده، هم واسه همه فلاکت و بدبختی و این خط فقر میگه 8 میلیون 10 میلیون باید در بیاره که بتونه زنده بخوره، زندگی بکنه، زندگی معمولی داشته باشه. حالا کسانی که هستن که 2 3 میلیون در میارن، یعنی افتضاح از همه نظر، غیر انسانی، در صورتی که خداشون به این حوزه، به اون حوزه، به انواع اقسام مکاتب جایی که درست میکنن بلافاصله بودجه های کلانی میلیاردی میدن، ولی به مدارس که میرسه، یکی از اون چیزایی که آینده ایران میسازه، نمیدونم رفتین توی یوتیوب حتما دیدین که با سنگ و کلوخ برای خودشون مدرسه درست کردن، کلاس درست کردن، وحشتناکه. به هر حال این جرقه‌ای که زده شد توسط قتل ناجوانمردانه مهسا امینی، که این دختر نازنین واسه بازدید اومده بود تهران از سقز واسه دیدن خالش با برادرش، اینو میگیرن میبرن و همونجا ضربه‌ای که به مغزش میزنه، خونریزی مغزی میکنه و میمیره، همون باعث شدش که این دختر خانواده خودش نیست، دختر ایرانه و همین باعث شدش که همه ایرانی‌ها در سراسر دنیا یک نهضت بی‌نظیر رو شروع بکنن علیه این جمهوری، حکومت ظلم و زور و جور و فساد. و در مورد هشتگی که به اسم هشتگ مهسا امینی، بیش از 30 میلیون توییت شده، بیش از 30 میلیون، یه چیز رکورد شکنیه. و از طرف دیگه این، من فکر کنم که استاد کنگلو بهتر به ما توضیح بدن در مورد این هکرهایی که، هکرهای ناشناس، انانیموس، این انانیموس که به اصطلاح اومده هک کرده سایت جمهوری اسلامی رو، مال بانک مرکزی، مال خود رئیسی و حتی مال رهبر انقلاب، مال خامنه‌ای هم همینطور. از طرف دیگه گفتن که مال صدا و سیما رو هم میخواستن هک بکنن، منتها از بیرون قابل دسترسی نبوده، ولی دارن روش کار میکنن که از داخل بتونن دسترسی داشته باشن واسه همین موضوع. و اعلام کردن که 1000 دوربین مداربسته رو اینا هک کردن در ایران. به هر حال اونا هم علیه این حکومت برخواستن و هنرمندا همینطور، ورزشکارا همینطور، تمام دنیا هم داره کم کم متوجه میشه مرگ تلخ این دختر داره مثلا یک رمز عبور میشه، از این گذر بکنیم، از این جمهوری منحوس اسلامی.